با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. نفیسه روشن بازیگر پرحاشیه سینما و تلویزیون گفت هیچ زن ایرانی تحمل درد منو نداره. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید لطفاً از همینجا روی کلمه ای سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. نفیسه روشن بازیگر مشهور سینما و تلویزیون که البته جنجالش ظاهرا تمومی نداره با انتشار یک ویدیو گفت من هیچ وقت با رفتن کسی نمیشکنم و تا حالا هم نشکستم. اگر هر زن ایرانی جای من بود نمیتونست تحمل این همه درد و رنجی که من توی این 4 سال نه از طرف یک نفر بلکه از طرف چند نفر کشیدم و تحمل کنه. بله، هیچ زنی واقعا نمیتونست درد من رو تحمل کنه. این فقط من هستم که تو این 4 سال تونستم این همه بدبختی رو تحمل بکنم و به روی خودمم نیارم. این صحبت های نفیسه روشن به این دلیل مطرح شد که کاربران شبکه‌های اجتماعی به او گفته بودن که بعد از طلاق گرفتن دیوونه شدی یا کم آوردی، واسه همین این حرفا رو میزنی که خودت رو توجیه کنی. اما نفیسه روشن چرا این جنجال ها رو در فضای مجازی ایجاد میکنه؟ در ادامه این ویدیو میپردازیم به حاشیه های جنجالی نفیسه روشن تا خودتون راجع به خانم روشن قضاوت بکنید که آیا خانم روشن واقعا دوست داره زندگی شخصیش رو با مردم به اشتراک بذاره یا اینکه دوست داره از همین طریق به شهرت برسه؟ لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و نظراتتون رو راجع به حاشیه‌های خانم روشن در قسمت کامنت‌ها برامون بنویسید. ادعای نفیسه روشن درباره خیانت دوست صمیمیش به او و انتشار حرف‌های خصوصیش. نفیسه روشن بازیگر مشهور ادعا می‌کنه که یکی از دوستای صمیمیش به او خیانت کرده. و همچنین نفیسه روشن ادعا کرده که همه وایس هایی که از زندگی خصوصیش داشته رو این دوستش در فضای مجازی منتشر کرده که البته تا به این لحظه همچین وایس هایی از نفیسه روشن در فضای مجازی منتشر نشده. لحظاتی پیش نفیسه روشن با انتشار یک استوری نوشت تا حالا داشتین دوست صمیمی که راست یا دروغ همه چی رو بهش بگین بعد بفهمین وایس و حرفاتون رو پخش کرده، زندگیتون رو به هم زده، تهش هم محکوم شین به آدم بیمار. نفیسه روشن بعد از منتشر کردن خبر طلاقش از همسر سابقش جنجال‌های زیادی ایجاد کرده و همیشه درباره افرادی صحبت کرده که دوست او بودند و باعث از هم پاشیدن زندگی خصوصی شدند و در نهایت هم این روزها خبر رابطه جنجالی نفیسه روشن با یک مرد زن و بچه دار حسابی سوژه رسانه‌ها شده که در ادامه این ویدیو می‌پردازیم به افشاگری سوپر استار مشهور کشورمون درباره پارتنر نفیسه. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. نفیسه روشن بازیگر پرحاشیه سینما و تلویزیون کشورمون در سال 91 با خلبانی به نام بهنام ازدواج کرد که ظاهرا زندگی خیلی موفقی هم داشت. اما مدتی بعد از ازدواج نفیسه روشن با همسرش، بسیاری از اطرافیان و دوستان نفیسه روشن خبر از جدایی او با همسرش رو اعلام کردند که نفیسه روشن مدت‌ها این قضیه رو پنهان می‌کرد. اما بعد از اینکه خبر جدایی نفیسه روشن از همسرش توسط دوستان نفیسه در فضای مجازی حسابی پرحاشیه شد، نفیسه روشن با انتشار یک ویدیوی جنجالی گفت خانومای عزیز لطفاً دوستاتون رو به حریم خصوصی زندگیتون راه ندید که زندگیتون رو حسابی درب و داغون میکنند. همین صحبت ها و ویدیوی جنجالی نفیسه روشن باعث شد که بسیاری از فالوورهای نفیسه تصور بکنن که همسر نفیسه بهش خیانت کرده و در نهایت کار اونها به جدایی کشیده و زندگیشون از هم پاشیده شده.
و در این مدت هم سعی میکرد بعد از جدایی از همسرش بهنام همش قربون صدقش بره و بگه عزیزم گریه نکن، این همه تهمت فالوورام بهت زدم، ببخشید، مردم تصور بدی از تو میکنن و از این جور حرفا، ولی این خانم بازیگر زرنگ هیچ وقت از خیانت خودش به همسرش تا به حال چیزی نگفته بود تا همین چند وقت پیش که همه چیز رو خودش لو داد. و صد البته یکی از بازیگران مشهور به نام کشورمون رابطه نفیسه روشن رو با دوست صمیمیش لو داد و دوستش رو در پیج اینستاگرامش معرفی کرد تا همه پارتنر نفیسه روشن رو بشناسن و باهاش بیشتر آشنا بشن، که در ادامه این قضیه به معرفی این بازیگر کشورمون و همچنین دوستش که پارتنر نفیسه روشن بیشتر خواهیم پرداخت. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. افشاگری نفیسه روشن با یک مرد جوان توسط آقای سوپر استار حسابی جنجال به پا کرده. ظاهراً نفیسه روشن بعد از جدایی و طلاق از همسر اولش وارد رابطه پنهانی و عاشقانه‌ای با یک مرد جوان شده و حالا به گفته نفیسه روشن یکی از سوپرستارای مشهور سینما و تلویزیون از روابط پنهانی نفیسه با پارتنرش پرده برداری کرده و این قضیه رو در فضای مجازی رسانه‌ای کرده و در پیج اینستاگرامش عکسای دو نفره نفیسه روشن با پارتنرش رو در واقع منتشر کرد. ظاهراً رابطه نفیسه روشن با پارتنرش کار رو به جای باریک کشونده و نفیسه روشن از اون آقا باردار شده بوده و در چند روز گذشته جنینش رو سخت کرده و همچنین در روز گذشته خانم روشن تصویری از جنین سخت شدهش رو در پیج اینستاگرامش منتشر کرده بود که دقایقی بعد از منتشر شدن تصویر جنین سخت شده در واقع نفیسه روشن عکس رو از پیج اینستاگرامش پاک کرد. اما واکنش نفیسه روشن به افشاگری‌های آقای سوپرستار. نفیسه روشن که هیچ اطلاعاتی از نام و نشون این آقای سوپرستار نداده، جدیداً در استوری‌هاش در دقایقی پیش این چنین نوشته: دلم می سوزه برای آدم هایی که برای پول دست به هر کاری می زنن. شنیده بودم تن فروشی رو، ولی خود فروشی سنگین تره. کاش که آدم ها خودشون رو برای چند میلیارد نفروشن. کسی که به محرمش رحم نکنه به هیچ کی رحم نمی کنه. مال کسی رو پوز دادن و بنده پول شدن از حقارت آدم هاست. کسی نمیدونه من 3.5 سال و 1.5 ماه چه رنجی کشیدم از یه آدم. صبرم تموم بشه خواهم گفت همشو، از جاسوس ها تا آدم فروش ها، تهدید هایی که شدم، مسیج هایی که دارم، رنج هام، تهمت ها، تازه ماجرا شروع شده. همچنین نفیسه روشن با منتشر کردن یک استوری دیگه نوشته بود: منم تو این روزای سخت مالی و اجتماعی و زندگی ها با پول بقیه آدم ها هار می شدم، اونم نگم چند میلیارد، که نگم براتون، استوری میذاشتم، تازه دستشویی هم میشستم. نفیسه روشن در ادامه گفت: خود فروش، کاش مردم بدونن هر کسی رو استار ندونن. نفیسه روشن خطاب به خانواده آقای سوپرستار این چنین گفت: خانواده آقای میم، مطمئن باشید برم پایین با خودم تشریف میارید پایین، چون شما زندگی منو نابود کردید. خودتونم میدونین همه چیز گول زدن مردم نیست. این مردم توی فشارن. منو با اسم آقای قاف و آقای میم و آقای غیره تهدید کردید. پای چوبه دار برم خفه نمیشم. حالا تهرانو کنید پر بیل بورد. همچنین نفیسه روشن در ادامه استوریش نوشت: آقای مثلا سوپرستار، عکس آدم زندگی منو که ازش اسکرین شات دارم توی چه حالتی برای هفته پیش، 5 ساعت پیش که صورتش قرمزه استوری نکن. همچنین نفیسه روشن در ادامه استوریش نوشته:
کدوم مثلا استار عکس آدم زندگی منو که نابود کردن به خاطر چند میلیارد پول و تبلیغات و بیلبورد در حالت عالم بالا الان استوری کرده که احتمالاً بریزن سرش؟ همچنین نفیسه روشن در واکنش به این تهدیدهای آقای سوپر استار، نفیسه روشن هم عکسی از دست یک خانوم با در دست داشتن حلقه در واقع منتشر کرد و نوشت: تفلک تو که اسمن سوپرستاری ولی رسمن با کسی بعد از یک هفته پوز میدی. عکس استوریت یک هفته پیش دست من بود سوپرستار که صاحب این حلقه بود. من فقط از خدا میترسم. نه تهدید نه توهین. مردم بی پناه آدم هایی که به خاطر پول خودفروشی کنن و مردم مهم نیستن. همچنین دقایق پیش این بازیگر پرحاشیه در ادامه استوریش نوشت: داریم نزدیک میشیم به افشاگری من. حداقل فامیلت نبودم جای ابروتو ببرم. اونم نه آرایشگاه، بلکه تو خونه خانم فلانی. نذاشتی به همسرم رجوع کنم که همکارامو بکنی جاسوسم، یا با میلیارد و وکیل و تهدید داداش بزرگت بترسونی؟ من آماده رسواییم از دردها و رنجهای یک زن گول خورده. همچنین نفیسه روشن در دقایق پیش با منتشر کردن استوری‌های جدیدش این چنین نوشته: فرستادن عکس در حالت مستی کنار سوپرستار مملکت پوز نیست، جرمه. جالب، هفته پیش برام واتساپ میشه از حقوق بگیر و دبی و زندگی، امروز استوری میشه. همچنین نفیسه روشن در ادامه استوریش نوشته: خدا کنه خدا دهنمو ببنده، وگرنه بنده هاش نمیتونن. 3 سال تهدید میشم از صاحب بیلبورد های مثلا استار. مرد به غیرتش و وفاداری به زنش، نه گول زدن آدم هایی مثل من. و ما به عنوان کانال خبری هنرمندان بین کانال‌های خبری هنرمندان به عنوان اولین کانال می‌خوایم این آقای سوپرستاری رو که نفیسه روشن در واقع دلش ازش پره و دست به افشاگری با پارتنر نفیسه روشن زده رو به شما عزیزان معرفی بکنیم. این آقای سوپرستار آقای محمد رضا گلزار هستند که ظاهراً بر علیه نفیسه روشن با پارتنرشون دست به یکی شدن و میخوان از روابط پنهانی نفیسه روشن پرده برداری بکنن، که دقیقاً نفیسه روشن عکسی از رضا گلزار با پارتنر سابقش رو در واقع منتشر کرده و پایین این عکس هم در واتساپ نوشته شده که خیلی مستم. ظاهراً آقای گلزار یا پارتنر نفیسه روشن براش نوشته. جالبه بدونید که آقای رضا گلزار ساعتی پیش عکس مشترکی با آقای مهدی رئیسی در پیج اینستاگرامش استوری کرده بود که دقیقاً خانم نفیسه روشن همین عکس رو برای افشاگری از هویت آقای سوپر استار در پیج اینستاگرامش منتشر کرده، اما صورت‌های اونها رو پنهان کرده تا مخاطب خودش متوجه بشه که این آقای سوپر استار کیه، و اگر یکم کنجکاوی می‌کردید مشخص می‌شد که این آقای سوپر استار کیه. و ما برای شما عزیزان بر حسب صحبت‌های خانم نفیسه روشن جستجو کردیم و متوجه شدیم که این آقای سوپر استاری که خانم نفیسه روشن ازش صحبت می‌کنن و ظاهراً دل خونی هم از این آقای سوپر استار دارن و این آقای سوپر استار به گفته خانم نفیسه روشن دست به یک سری افشاگری‌ها بر علیه خانم روشن و دوست صمیمی خودش به نام مهدی رئیسی زده کی هستش، و مشخص شد که این آقای سوپر استار آقای رضا گلزار هستند. و ظاهراً خانم نفیسه روشن با دوست آقای گلزار به نام مهدی رئیسی وارد رابطه پنهانی شده بودند و بعد از مدت‌ها از طریق همین آقا و آقای رضا گلزار ظاهراً مورد تهدید قرار می‌گیرند و خیلی اذیت می‌شن. و حتی خانم نفیسه روشن در یکی از استوریاش امروز عنوان کرده که من از این آقا گول خوردم و مورد تهدید و در واقع یه سری از اتهامات قرار گرفتم.
البته ظاهراً خانم نفیس روشن در استوریای قبلیشون اعلام کرده بودن که این آقای رئیسی زن و بچه دارن و خب مدت‌ها بود که از طریق این آقا تهدید می‌شدن و خانم نفیس روشن در یکی از استوریاشون گفته بودند اگه خیلی منو تهدید کنی یه کاری میکنم که دیگه نتونی سرتو پیش دخترت بلند کنی. دوستان عزیز، این ویدیو صرفاً بر اساس استوری خانم نفیسه روشن و استوری آقای رضا گلزار منتشر شده و ما به عنوان یک کانال خبری هیچ نقش و دخالتی در هیچ کدوم از این مطالب نداشتیم و صرفاً یک سری از همین استوری رو برای شما منتشر کردیم و امیدوارم از ویدیوی ما خوشتون اومده باشه و کانال ما رو بیشتر حمایت بکنید و لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. حتما نظراتتون رو راجع به خانم نفیسه روشن و پارتنرش و آقای سوپر استار رضا گلزار و این ماجرایی که برای خانم نفیسه روشن اتفاق افتاده رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید.